به نام خالق قصدی بخش و سلام عرض میکنم خدمت همه شما خانواده های عزیز، شما هموطنان گلم. امیدوار هستم که جور و سرطمند باشین، سلامتی و سرطمندی همیشه و همیشه با شما عزیزان باشه و پناهتان به خدای بزرگ و انشالله که دلهای و قلبهایتان مملو باشه از نور ایمان و عمرتان هم با عزت. سعادتمندی و جان جوری خدمت همه شما عزیزان باشد در زندگیتان و آرزوی بهترین لحظات داریم برای همه شما عزیزان. روز یکشنبه‌تان بخیر باشه و انشالله که با همراه ما باشین در برنامه روشنا. و خدمت همه شما عزیزان و بیننده‌های عزیز بگویم که امروز در روز یکشنبه ما نسبت به موضوع مثبت اندیشی و رضایت از زندگی با شما مثبت اندیشان می‌خوایم که صحبت و گفتگو داشته باشیم. و دوست دارم که این شعری که همیشه خواندیم بازم برای شما عزیزان بگویم: زندگی زیباست ای زیبا اندیشان، زیبا اندیشان و زیبایی رسن. البته که من که شعرش جابجا شد خیر است، من این شعر همیشه خواندیم برای شما عزیزان و آرزو میکنم که همیشه در زندگیتان مثبت اندیش باشین. این مثبت اندیشی در زندگی باعث میشه که از زندگی ما رضایت داشته باشیم. رضایت از زندگی برابر است با مثبت اندیشی. و اما این که چه عوامل باعث میشه که ما مثبت اندیش نباشیم و رضایت از زندگی نداشته باشیم، یه عوامل امروز میخوایم که بررسی کنیم و تقدیم شما مثبت اندیشان میکنیم. امیدوار هستم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. خانم حسنزاده عزیز امروز کارشناس ما هستن. سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و بینندگان محترم برنامه روشنا. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینه جور و صحتمند باشن. بله، زنده باشین، تشکر. خانم حسنزاده، ما میگیم که زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. این شعر از بس که زیبا هست و پر از معنی هست، شاید بیننده‌های عزیز ما بگویه که چرا قدر این شعر میگن. بخاطر از اینکه بسیار زیبایی دارم و چقدر معنای خوبی دارد در زندگی که ما اگر واقعا مثبت اندیش باشیم خب میتونیم به زیبایی های زندگی هم برسیم. ولی اگر خدای نکرده همیشه در زندگی بیایم نعمت های زندگی خود ما را نبینیم. نعمت های زندگی ما بسیار زیاد است، ولی متاسفانه ما این نعمت ها را نادیده میگیریم در زندگی و تلاش داریم و کوشش داریم که نعمت های زندگی دیگران را ببینیم. و با خاطر امو است که ما میگیم که ما هیچ چیز نداریم در زندگی، ناسپاس هستیم، شکرگزاری هم نداریم و نتیجه ای که از آخر که نارضایتی داریم از زندگی ما. خب خانم حسنزاده، حالا اگر بیایم بگیم که پس ما بسیاری از مواقع احساس خوشبختی نداریم، فکر میکنین که چرا ما احساس خوشبختی نداریم در زندگی؟ بله، همونجور که شما فرمودین عنوان برنامه مثبت اندیشی و رضایت از زندگی که ما جلسات متعددی در خدمت بینندگان عزیز بودیم و در مورد این موضوع صحبت‌هایی داشتیم. گفتیم زندگی یعنی ای که انسان هدف داشته باشه در او تا مسیر خوشبختی رو پیدا کنه و از زندگی خود لذت ببره و به آرامش برسه. ما عواملی رو که باعث می شد که انسان در زندگی احساس رضایت کنه اونها رو بیان کردیم. یکی از موارد شناخت دنیا بود که انسان هرچی دنیا رو بهتر بشناسه و راحت‌تر باعث میشه با او برخورد کنه. شناخت واقعیت‌های زندگی بود، قناعت داشتن در زندگی بود. اینکه انسان دیندار باشه، باورهای دینی میتونه در او تاثیر بگذاره و احساس رضایت کنه در زندگی. و مواردی مانند سلامتی بود که در حمایت‌های اجتماعی بود قرار گرفتن و موارد دیگری بود که ما در جلسات قبل بیان کردیم. درست. اما ما امروز میخوایم یک نکته رو بیان کنیم. انسان‌ها باید احساس خوشبختی کنن. در هر کجای کره زمین هستن این احساس خوشبختی رو باید بکنن. یعنی چه خوشبخت باشن چه نباشن؟ احسن.
احساس خوشبختی در درون انسان هست. خب ما بعض وقتا هست که ما در درون خود ما در ذهن خود ما احساس میکنیم خوشبخت نیستیم با وجود اون مشکلاتی که داریم و اون مسائلی که الان ما در بله. ادامه بیان میکنیم، اینها احساس میکنیم از ما خوشبخت نیستیم و نیستیم. احساس رضایت نداریم. ولی چرا این احساس داریم؟ میخوایم در این جلسه علل او اسبابی که باعث میشه که انسان از زندگی خود بله. رضایت نداشته درسته. باشه، همونطور که شما فرمودین او احساس خوشبختی رو نداشته باشه، ما در این جلسه میخوایم بیان کنیم. بس. یکی از او علت ها مقایسه کردن هست که شما هم اشاره به این مورد فرمودین. درسته. متاسفانه بعضی از افراد هستن زندگی خود خور با زندگی همراه زندگی دیگران مقایسه میکنن. بله. خب همه ما میدانیم که جوری زندگی اجتماعی قرار گرفته که هر کسی در هر ساعتی متفاوت است. بعضیا مرفه‌تر هستن، بعضیا ضعیف‌تر هستن و بعضیا میآیند اینها رو با هم مقایسه میکنن. چرا بعضی چیزهایی که طرف مقابل مثل همسایه ما، فامیل ما در اجتماع دارن و من اونها رو ندارم؟ درستم. اینجی هست که نقطه آغاز علل نارضایتی از زندگی بله. شروع میشه و این که احساس خوشبختی نداشتن. احسن. ولی بس مقایسه کردن میتونیم بگیم خانم زوری همونطور که باعث میشه که انسان رو دچار رنج کنه، ناکامی کنه، از یک طرف بعضی از مقایسه ها سازنده هست. درست. به نفع انسان هست که انسان در بعضی از موارد خودش هم مقایسه کنه. همون رقابت سالم میشه. احسن. همون رقابت سالم میشه و یا بعض وقتا باعث امید بخش بودن از زندگی هست که ما مثل دو لبه شمشیر میمانه. از یک طرف انسان خواسته باشه با بالادست خود مقایسه کنه، با درست. توانگر او که لحاظ مالی بالاتر هست، لحاظ ثروت بالاتر است، اینج احساس افسردگی، استراب، خدای نکرده استرس میکنه و ناآرامی در زندگی از او ایجاد میشه. یعنی خانم اصلا در یک انسان اگر خودش با بالاتر از خودش مقایسه کنه، لحاظ مالی، لحاظ مالی. مالی و ثروت، احساس یأس و ناامیدی میکنه. خب. چون میگه فلانی داره، من چرا ندارم؟ که ما الان کامل در مورد این صحبت میکنیم. و در یک نوع دیگه هست که با پایین دست خود انسان مقایسه میکنه. خب. با فرو دست خود خود مقایسه میکنه. اینجی باعث میشه که زندگی پویاتری داشته باشه و شادتر باشه در زندگی خود و احساس رضایت داشته باشه. بله، یعنی که نعمتهای بیشتر خودش ببینه و به چشمش بیایه. گاهی وقتا انسان وقتی خودش به بالاتر از خودش مقایسه میکنه، احساس میکنه که من هیچ چیز در زندگی ندارم چون دیگران دارن. از یک نگاه منفی اگر ببینیم قسم میشه. احسن. ولی اگر از لحاظ مقایسه و رقابت ببینیم، شاید امی که خودش با بالاتر از خودش مقایسه میکنه، یک نوع رقابت برش ایجاد شده، حتی باعث پیشرفت از اون بشه، که استعدادهای خود بیشتر. خود کشف کنه، باعث بشه تلاش کنه. ما از بحث او سمت انشالله در آخر بسمیم، ولی اصل این است که ما میخواییم این رو بگیم خدمت بینندگان عزیز که ما هر انسانی میتونه تمام مقایسه های خود تحت کنترل داشته باشه و اینها رو مدیریت کنه. یک چیزی نیست که بگیم من نمیتونم همراه خانواده مثلا اقوام و اینا خود خانواده خود من مقایسه نکنم. این یک چیزی هست که انسان میتونه کنترل کنه و حتی میتونه تحت تاثیر بگیره او مقایسه های خودخور. مثلا وقتی میخواد که خودخور همراه خانواده ای که لازم مالی بالاتر هستن و بخواد مقایسه کنه، به او چیزهایی که نداره لیست کنه و او مثلا خانواده که اون مسائل رو لحاظ رفاه مالی دارن اونها رو بخواد با خود زندگی خود مقایسه کنه، این چی به جای همین بگه نه چه چیزهایی من در داخل زندگی خودم دارم. بله. خب همین نقطه مقابل از او باعث میشه که امیدوار به زندگی بشه و ای که نارضایتی از زندگی از او برمیچینه. اما ما در بحثی که در مطلب اولی که میخوایم از انواع مقایسه اونها رو بیان کنیم، مقایسه بس نزولی اونه. یعنی مقایسه خود با افرادی که پایین تر هستن لحاظ مادیات، مثلا خانواده ای هستن لحاظ مادیات پایین تر از خودمان هستن، اینجی باعث میشه که انسان رضایتمندی در روی ایجاد بشه، بگه من چقدر چیزهایی دارم در خود خود بله که تا به حال دقت نکرده بودم، نادیده گرفته بودم. الان این خانواده حتی او مسائل مادی را هم ندارن. ممکنه من حال درست متعلق
لوکسی نداشته باشم ولی یک موتری بالاخره دارم و همون رو من اگه بخوایم با بالاتر از خود خودم مقایسه کنم میگم چرا موتر لوکسی ندارم؟ اینجا باعث افسردگی و نارضایتی من از زندگی میشه. ولی همین رو نه، بخوام با پایین تر مقایسه کنم که حتی هیچ وسیله ای ندارن. بله. یا همونطور میتونیم در بحث مسکن بگیم، در بحث وسایل خانه، در بحث پوشاک الا ماشاءالله ما مثال داریم و این خیلی توصیه های دینی هم و آموزه های دین هم تاکید شده که وقتی انسان میخواد خود خود مقایسه کنه بله. با پایین تر از خود خود مقایسه کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماین وقتی که میخوان ابوذر رو تربیت کنن توصیه‌ای به ایشان دارن، میگن از مقایسه سعودی، یعنی مقایسه‌ای که به سمت فرد به صورت مثلا بالاتر از تو هست خودداری کن و پرهیز کن و بیا از مقایسه های نزولی استفاده کن. درستم. یعنی پایین تر خود خور ببین و این باعث میشه که انسان زندگی بر او تلخ نشه. بعضی وقتا ما وقتی زندگی حتی بر ما دشوار میشه بله. سختی ها بر انسان روی میاره، وقتی انسان به پایین تر از خود خور نگاه میکنه واقعا یک حس پویایی و دقیقا. امیدواری در او ایجاد میشه. حتی من احساس میکنم که ما میتونیم این مشکل یک نوع بیماری جامعه یا خانواده ها حساب کنیم که بسیاری از خانواده ها یا بعضی از خانواده ها هستن که نعمت های خودشان را نادیده میگیرن و او خوشبختی و او احساس خوشبختی را همیشه در زندگی دیگران جستجو میکنن نه در زندگی خودشان. چقدر خوب است که از امروز بیایم نعمت های زندگی که در خانه کوچک ما هست بیشتر دقت کنیم، بیشتر ببینیم و شکرگزار باشیم. همراه ما باشین بعد از یک وقفه. زندگی سر تا سر آرامش و پر از خوشبختی برای همه شما هموطنان خوب ما رو زمن هستم. انشالله که جور سردمن باشین و میتونین با برنامه خودتان روشنا در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-40-13 نمبر واتساپی ما هست، با ما حتما در ارتباط باشین. اگر سوالاتی در ذهنتان میایه کارشناسان ما پاسخگوی سوالات هستن. برنامه ما به صورت زنده و لایف تقدیم شما عزیزان میشم. و اما ادامه صحبت ها و ای که چرا گاهی وقتا ما احساس خوشبختی نداریم در زندگی، دلایل عدم رضایت ما از زندگی چی هست، چرا ما نارضایتی داریم از زندگی خود ما. خب خانم حسن‌زاده نسبت به این موضوع گفتگو میکنن خدمت شما عزیزان و صحبت ما به اینجا رسید که مقایسه کردن. اگر ما با افراد خود ما را مقایسه کنیم که علاوه اقتصادی و مالی درصد پایین تر باشن، باعث میشه که ما زیادتر نعمتهای خود ما را ببینیم و بیشتر شکرگزاری کنیم. حالا حسن‌زاده از نگاه شما پس مقایسه کردن میتونه وجود داشته در زندگی؟ درست؟ یعنی ما بخوایم یا نخواهیم مقایسه میکنیم خود ما را. نمیفهم چرا من همیشه در ذهنم این هست که انسان اصلاش و خودش را مقایسه نکنه. نسبت به این موضوع شما چی صحبت دارم؟ من میگم که انسان قسم باید زندگی کنه که خودش را باور داشته باشه، خودش را قبول داشته باشه از هر نگاه
و یکی خودش رو بیایه با دیگران مقایسه کنه کار خوب نیست. ولی خب حالا که ما در برنامه میگیم که اگر میخوایم مقایسه کنیم اینگونه مقایسه کنیم، یعنی خود ما را با زیر دستان، با کسایی که علاوه اقتصادی و مالی در سطح پایین تره هستن بیایم خود ما را مقایسه کنیم، نه با افرادی که در جاهای بالا هستن. پس مقایسه در زندگی وجود داره. بله، اصل این است که انسان توانایی های خود خود همه جور که شما گفتین بشناسه و او توانایی های خود خود باور داشته باشه و مهارت از او جوری باشه که بتونه اونها رو کسب کنه و به این نتیجه برسه من این خصوصیات رو دارم و این جور زندگی میکنم. ولی بخوای نخوای به بعض اوقات مقایسه در زندگی انسان پیش میاد چون در اجتماعی که زندگی میکنیم واقعا گسترده هست، انواع اقسام خانواده ها زندگی میکنن، گاهی اوقات اگه خود ما نخواهیم مقایسه کنیم خانواده ها میاین مقایسه میکنن و در بحث مقایسه کردن خوب است که انسان با همونطور که شما فرمودین با پایین دست خود خوب مقایسه کنه. بله. البته در بحث معنویات که بحث از او کاملا جدا هسته، ولی ما یه مطلب دیگه هم هست، همیشه در بحث ثروت نیست ما میتونیم بحث مقایسه کردن رو واقعا گسترده تر کنیم. بعضی اوقات هستن اللحاظ جمال و زیبایی و شکل صورت واقعا شکل صورت خوبی دارن. درستان. متاسفانه الان این مورد خیلی شده، میگم من صورت خودم از چشم، نوع چشم و نوع صورت خودم راضی نیستم. خب این علت نارضایتی این است که خودباوری نداره و حتی ما متاسفانه دیدیم که عملهای دست میزنن چون او باور اعتقاد همونطور که شما فرمودید او واقعا باور نداره که من لازم زیبایی همه جور هستم که خداوند برای من طراحی کرده. بله بله. و نقاشی نموده و بهترین کس برای من این چهره رو دونسته. و متاسفانه میتونیم این دامنه مقایسه رو بسیار گسترده کنیم. تنها در بحث مادیات نیست. درسته. ولی انسان در بحث زیبایی میتونه همونجور که گفتیم حتی به پایین تر از خودخوری نگاه کنه. بله. افرادی که مثلا دچار نقصایی هستن و اون جیست که انسان باعث میشه که خدای خودخور شوق کنه. درست. و احساس کنه که بهترین نوع خلقت رو داره. بله. مقایسه خود با بالاتر باعث میشه که انسان رو از لحاظ بیشتر از توانایی ها کاهش بده. یعنی مقایسه که بالاتر میگن لحاظ اقتصادی مالی، حالا اگر لحاظ علمی و معنوی باشه اون بحثش جدا هست. بله. ولی همین از لحاظ اقتصادی و مالی هست، میگم وقتی که فرد با بالاتر از خود در زندگی مقایسه کنه دچار مشکلاتی در زندگی میشه و حتی باعث میشه که صدماتی در زندگی ببینه. ما یک نمونه شو در کلام امام صادق علیه السلام که در این باره میفرماید بپرهیزید از آنچه که در دست فرزندان دنیاست که چشم بدوزید، چرا که هر کس به آن چشم بدوزد نعمتی را که نزد خود از او هست باعث اونو کوچیک بشماره و در نتیجه باعث میشه که سپاسگزاری از او کاهش بیابه، چون همیشه فکر میکنه اصلا نعمتی من ندارم. بله. هرچی دارن بقیه دارن. ولی اگه خواسته باشه انسان در برابر اون نعمتهایی که خدا به انسان نداده، نعمتهایی که به انسان داده، مثلا از سر شروع کنین، چشم، ابرو، پلک، و خواسته باشه بینی، گوش، اینها رو لیست کنیم. مثلا اگه خواسته باشه که فرد این نعمتها رو لیست کنه، حتی از ظاهر انسان بعدش به نعمتهای دیگه که برسه، شاید هزاران نعمت رو انسان داره در زندگی خودش ولی اونها رو نمی‌بینه متاسفانه. ولی سه چهار تا نعمتی که از او ممکنه بدنرایلی محروم شده باشه بعد بنابر حکمت و اقتضای الهی باشه، فقط همونا رو می‌بینه متاسفانه. درست. انسان به این شکل هست. ما در سوره قصص خانم زوری خیلی داستان جالبی از آیه 76 شروع کردن. درست. در مورد مقایسه کردن هست که بیان کردن در مورد داستان قارون هست. میدونیم که قارون از ثروت فراوانی برخوردار بود. بله. حتی داریم که دارایی 76 میفرمایه فقط کلید گنج های او رو چند انسان نیرومند حمل میکردن و جا به جا میکردن. خب یعنی ذخایر دنیوی او دیگه به آخرین نقطه رسیده بود. خب میگن ادعایی بر اساس او که دنیا زده شده بودن و غرق در فکر میکردن دنیا همین زندگی، همین زندگی دنیا هست، در سوره قصص آیه 79 داریم که میفرماین روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد و آنها خواهان زندگی دنیا بودن، یعنی کسانی که دنبال دنیا بودن، گفتن ای کاش ما هم ماننده
قارون بودیم و ما هم از زندگی دنیایی همچین بهره‌مند می شدیم. خب ولی این مقایسه کردن خودشون رو با قارون، یعنی نداشته های خودشون رو در نظر گرفتن و داشته ثروت مادی که قارون داشت اون رو نعمت پنداشتن، در صورتی که بر اساس صحبتی که شما کردین مقایسه سعودی داشتن. احسن. یعنی با افراد خودشون هم مقایسه کردن که در سطح بسیار بالایی بودن از لحاظ اقتصادی و ثروت. بله. قارون خیلی بالا بود ولی او ثروت خودش رو در ظلم و معصیت استفاده میکرد چون انسان متکبری بود. میگن و این به افراد، این گروه اول بودن که گفتن کاش ما هم از مثل اموال قارون داشتیم، اما گروه دوم رو خداوند اونها رو فرزانه و خردمند یاد کرده. در آیه 80 هست که خداوند متعال می‌فرماید اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتن وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدهند بهتر است، و اما جز صابران کسی با او نمیرسه. دمست. یعنی مال و ثروت ارزش نداره، او اعمال صالحی که شما انجام میدین ارزش داره، ولی اینجی او دنیا پرستا به این نکته نرسیدن. بله. تا زمانی اینکه باعث شد که قارون دچار عذاب الهی بشه و اونجا فهمیدن که چه اشتباه بزرگی رو انجام دادن با وجود ثروت زیادی که قارون داشت، اما بهش نتونست کمک کنه. بله. و از عذاب الهی مسموم بمونه. بله. و خداوند در آیه 82 قصص پایان این نکته رو می‌فرمایند آنها که دیروز آرزو می‌کردن جای او باشن، هنگامی که این صحنه رو دیدن، یعنی عذاب رو دیدن، درستن. گفتن وای بر ما، گویی خدا روزی، خداوند روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می‌دهد و هر کس بخواهد تنگ می‌کند. اگر خدا بر منت بر ما ننهاده بود ما هم مانند او به قعر زمین فرو رفته بودیم. درست. پس ثروت مایه عذاب انسان بعضی وقتا. همیشه فکر نکنیم مال و ثروت با این داستان، واقعا نکته های زیادی از این داستان دقیقا. برداشت میشه که انسان همیشه فکر نکنه من اگه نداشته هایی که در زندگیم از مال و ثروت دارم اینا باعث میشه که من ناتوان باشم. درستان. در صورتی که ملاک چیز دیگری هست. یعنی نتیجه گیری است که اگر ما مقایسه های سعودی که داریم، یعنی مقایسه با افرادی که بالاتر از خود ما هستن داشته باشیم، مسلماً مشکلات زندگی ما بدتر خواهد شد و بیشتر خواهد شد. یعنی هر کسی در زندگی خودش یک قسم مشکلات داره دیگه، اگر بیایه و باز هم به مشکلات خودش اضافه تر کنه به مقایسه داشته باشه و این مقایسه ها منجر میشه به حسادت ها، چشم همچشمی ها، و خدای نکرده و خدای نکرده امکان داره که دیگه منجر شبه به بسیاری از اعمالهای زشت دیگه که امکان داره بگه که خب من که با کارهای روزمره به جایی نمیرسم، پس بیا بالاتر از او، یعنی پای خود بالاتر و فراتر بانه و خدای نکرده حتی حق مردم بخورم و حتی نمیفهم کلاهبرداری ها انجام بده و بسیاری از رفتارهای ناپسند دیگه که غرق میشه دیگه در زندگیم و مشکل بر مشکلات اضافه تر میشه. پس مقایسه های سعودی نداشته باشیم و با افرادی که بالاتر از ما هستن لحاظ اقتصادی خود ما را مقایسه نکنیم، در حدی که هستیم خود ما را بپذیریم و باور داشته باشیم و مطمئن باشیم که میتونیم بهترین زندگی را برای خود ما و اعضای خانواده خود ما مهیا کنیم با توانمندی و استعدادهایی که در وجود خود ما هست. همراه ما باشین بعد از یک میان برنامه. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همه شب، دل من آب شده کی تو پدیدار شدی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شوی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید،
هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شوی؟ ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شوی؟ شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. تشکر و سپاسگزار از حضور گرم همه شما فامیل های محترم، خانواده های عزیز، خواهران و برادران محترم و شما افرادی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین. امروز هم با شما عزیزان بودیم و نسبت به موضوع مثبت اندیشی و رضایت از زندگی با شما عزیزان گفتگو کردیم. عوامل نارضایتی رو گفتیم و اینکه چرا ما احساس خوشبختی نداریم. خب صحبت ها به اینجا رسید که اگر ما زمانی با افرادی که بالاتر از خود ما هستند خود ما را مقایسه کنیم، احساس خوشبختی نمی داشته باشیم. پس حتما مقایسه کردن با افرادی که از ما بالاتر هستن یک پیامدهایی داره. بیاییم ببینیم این چه پیامدهایی داره. اگر ما خود ما رو بیاییم مقایسه کنیم با افرادی که از ما علاوه اقتصادی علاوه مالی بالاتر هستن، در زندگی ما گفتیم که مشکلات ایجاد میکنن. پس این مشکلات خودش یک نوع پیامدهایی داره در زندگی و این که ما خود ما رو مقایسه کنیم پیامدهایی داره. ببینیم پیامدها رو بگویم و ببینیم که چه قسم هست در زندگی و انشالله اگر تا به امروز قسم بودیم بیایم از زندگی خود ما دور کنیم این موضوعات و بپردازیم به یک زندگی سالم. خانم حسن‌زاده چه پیامدهایی دارم؟ بله رسیدیم به نکته ای که پیامدها رو میخوایم بیان کنیم. بله همونطور که در جواب شما میتونیم بگیم، همونطور که نکته هایی هم خود شما در بحث قبلی مطرح کردید، اولین پیامدی که واقعا در زندگی ها میتونه مشکل داشته باشه به مقایسه کردن با بالا دست انسان، این است که انسان رو اندوهگین میکنه. بله. چقدر افرادی هستن که ناراحت هستن، از زندگی رنج میبرن، حتی دل شادی ندارن، لب خنده بر لب بله. از اونها حتی خنده نمیآیه. وقتی که عمق مطلب رو از اونها میپرسی و صحبت میکنی مثلا باعث شده که طرف خودش رو با خواهر خود، با خانواده خود خود مقایسه کنه، مثلا ممکنه با همسایه خود مقایسه کرده و داشته های او رو دیده، نداشته هاش رو نه، داشته های او رو دیده و نداشته های خودش رو کنار او گذاشته و دچار اندوه شده. و حتی ما الان کسانی داریم که به مراکز مشاوره رجوع میکنن و وقتی که از اونها میپرسیم، وقتی که با عمق مطلب نگاه میکنه واقعا بین این است که طرف خودشو با دیگری مقایسه کرده و باعث استراب و استرس و حتی افسردگی فرد شده. ما کلامی از امام باقر علیه السلام داریم که میفرماین هر کس با آنچه به دست دیگران است چشم بدوزد، اندوه او طولانی شود و خشم او آرام نمیشه. همش ناراحت هست، هم از او کسی که او رو داره، هم از خداوند که چرا به طرف مقابلی رو دادی و به من این نعمت رو ندادی. و این باعث میشه که مشکلاتی در زندگی از او ایجاد بشه، ناراحتی ها و غمگین های زیاد. همیشه غمگین هست، همیشه مایوس هست از زندگی و خوشی های زندگی را نمیبینه، نمیتونه ببینه. مورد بعد این است که خانم زوری پیامد دیگه که میتونه میگه، همونطور که شما هم اشاره کردید، حسرت در زندگی میاد و کسی که خودش رو با بالاتر از خودش مقایسه میکنه معمولا او فهرست نداشته های خودش رو منویسه و اون رو تهیه میکنه و همش مدام در ذهن هر هست چرا او دارم من ندارم. بله. چرا او مثلا فلان خانه رو داره، فلان مسکن رو داره، فلان خوراک و پوشاک رو داره و من اون موارد رو ندارم. و همیشه حتی بعضی از افراد هستن وقتی نگاه میکنی و واقعا در درون خود میگن به جان ما با آخر رسیده،
یعنی از بس که فلانی داشته خدای نکرده به جایی میرسه که حتی جان خود در معرض بیماری ها قرار میدن و دچار افسردگی و اضطراب هایی که واقعا اصلا در زندگی انسان نباید باشه. همینا هست حس خوشبختی رو از انسان میگیره. گاهی وقتا احساس افسردگی، استرس، اضطراب انسان در زندگی گاهی وقتا ناشی از همین گپ هایی است که ما در نظر خود نمیگیریم. شاید بگویم که ما دچار یک بیماری بسیار شدید شدیم به نام افسردگی که باید بریم دوا مصرف کنیم که خوب شویم، ولی ریشه او شاید در همین مقایسه کردن ها باشه، به همین که ما خود ما را با دیگران مقایسه میکنیم و داشته های خود ما را نمیبینیم ولی داشته های دیگران را میبینیم. و همین خودش باعث میشه که انسان ناسپاس بشه، ناسپاس در برابر همون نعمت هایی که شما فرمودین که باید به انسان خدا داده اونها رو ببینه ولی اونها رو نمیره، تمام اون چیزهایی که نداده در زندگی انسان هست اونها رو ببینه و از طرفی هم بیتاب بشه، بیتاب در برابر مشکلات. مثلا یک عالمه در زندگی خود بسیار از زندگی از او آسودگی و آسایش وجود داره ولی اونها رو نمیبینه. خدای نکنه که یک سختی در زندگی از او بیاد، چنان در برابر او سختی زانو میزنه و جزع و فزع میکنه و بیتابی میکنه. ای باعث ای دلیل از او این است که واقعا در برابر خود همین ها انسان باید او خوبی هایی که در انسان وجود داره و نعمت هایی که در انسان وجود داره اونها را هم ببینه تا این احساس خوشبختی به او دست بده و از زندگی خودش راضی بشه. این میتونه انسان رو بیدار کنه. میتونیم بگیم در تمام آموزهای اسلام هم این هست، اگر میخواهی روزی شما افزایش پیدا کنه، بله، اگر میخواهید نعمت بر شما توسعه پیدا کنه، این نکات کنه، بینالای عزیز خوب دقت کنن، اگر میخواهید که روزیتان زیادتر شوه، درست؟ نعمت شما توسعه پیدا کنه، آسایش شما توسعه پیدا کنه، بله، این از به جای ناسپاسی و بیتابی شکر گذار باشید. بسیار عالی. و این رو از خود سوره آیات قرآن از سوره ابراهیم آیه 7 هست که خداوند متعال می‌فرماید اگر شکر گذاری کنی نعمت خود رو بر شما بیشتر میکنم و افزونتر میکنم، شکر نعمت نعمتت افزون کند. اگر ناسپاسی کنی مجازات شدید، قشنگ میگن شدید لشدید، عذابی لشدید برای شما قرار میدم. پس بدانیم که همیشه نباید ما در مشکلات خودمان بقیه رو مقصر بدونیم. متاسفانه خانزوری انسان جوری هست، همیشه مشکلی که بر او هست هیچ وقت خودش رو مقصر نمیدانه، بله، همیشه بقیه رو مقصر میدانه، در صورتی که بلاها و مشکلات بعض وقتا تابان اشتباهات خودمان هست، جایی که باید شکرگزار میبود ولی ما انسان شکرگزاری نکردیم، خدای نکرده ناسپاسی هم کردیم. یا مثلا میتونیم بگیم بلا و مشکلات در زندگی ما امتحان الهی است. اگر به این دید ببینیم چقدر دنیای ما متفاوت میشه، حتی احساس زندگی کردن ما متفاوت میشه و همه اون مشکلات رو بدیده بعد نمیبینیم که اینکه خدای این رو برای ما قرار داده که امتحان شم و در مقابلش هم برای من پاداش قرار داده. اگه به این دید ببینیم واقعا زندگی هر فردی متفاوت میشه و او احساس گم شده که ما در زندگی های ما داریم، احساس درستن، خوشبختی رو ما در زندگی خود ما پیدا میکنیم. خانم حسن‌زاده، گاهی وقتا رفت آمد ها در خانواده ها وجود داره، درست؟ بله. مثلا اگه انسان میره با فامیل خودش رفت آمد میکنه، تعامل داره، معاشرت داره و امکان داره که خانواده‌ها و فامیل‌هایی که با اونا در ارتباط هستن و اینا معاشرت میکنه، رفت آمد میکنه، حالا خب اعیاد هم نزدیک بود و نزدیک هم هست و بیشتر رفت آمدها زیادتر میشه و در این قسمت آیا امکان داره که شخصی بگویه که من رفت آمد نمیکنم بخاطر از اینکه اونا در سطح بالاتر از ما هستن؟ آیا این گپ میتونه صحیح باشه؟ نه، روابط اجتماعی و روابط خانوادگی واقعا نیاز است. پس ما که میگه مقایسه نکنین به این معنی نیست قطع روابط رفت نیست. آمد نداشته اصلا. باشین به یا این قطع سله رحم انجام بدین. قطع سله رحم اصلا ما هیچ جایی از آموزه اسلام نداره، به این معنا نیست. به این معنا که وقتی وارد زندگی اونها شدی نگی که فلانی
این مثلا رفاهیات رو دارم و من از اینها محروم هستم. اینجا باعث میشه که برای من اندوه و خدای نکرده حسرت و ناسپاسی بیاره. وگرنه بگین که خدا برای این همون جور که آیه سوره قصص بود، خداوند نعمت این رو توسعه داده. بله. و خداوند برای من شاید یک حکمتی در نظر بوده که چیز دیگر رو به جای مثلا وفور نعمت یه چیز دیگر رو برای من حکمت داری بوده قرار بده. نه، اصلا به این معنا نیست که انسان روابط اجتماعی خودخور خدای نکرده یا روابط خانوادگی خودخور قطع کنه به خاطر اینکه من اگه بروم، چون ما از اول گفتیم خانم زوری که در مبحث اول اینو گفتیم، بحث مقایسه یک چیزی است که انسان میتونه کنترل کنه. درستان. اون نمیتونه انسان رو تحت تاثیر قرار بده. بله. ولی انسان بر مقایسه کردن تأثیر گذار هست. آها. و میتونه او رو کنترل کنه. من نوعی وارقانه یکی از من مرفعت هستن وارد شدم، به این دید مقایسه نباشه، به دید صله رحم باشه، به دید رفت آمد باشه، رفت آمد باشه. بله، نکته خوبی رو اشاره کردین. بله. حالا خب در خانواده ها گاهی وقتا پدرها، پدر و مادر کوشش میکنن که یه حالت مقایسه را نداشته باشن و گاهی وقتا هم میداشته باشن که این برمیگرده باز به جوانان خانواده، دختران جوانی که در خانواده هستن، بازی که به آنها آموزش داده شوه، اونا هم خودش یک رفتاری هست و یک وظیفه ای هست که به عهده پدرها و مادرهای عزیز هست. درست است؟ بله. چون گاهی وقتا بچه های جوان یا دخترهای جوان خودشان را مقایسه میکنن و متوجه نیستن که چقدر میتونه برای زندگیشان دچار مشکلات شوه، احساس یأس و ناامیدی شوه و احساس کنن که جوانان خوشبخت نیستن یا در یک خانواده خوشبخت زندگی نمیکنن و احساس یأس و ناامیدی برشان دست میده. اصلا این آگاهی و مهارت خودباوری و اعتماد به نفسی که در جوانان امروز باید باشه، واقعا در بحث مقایسه باید جوری باشه که در تاثیرگذار باشه. یعنی ما الان خیلی همونجور که شما فرمودید جوانانی داریم که فشار روانی دارن، نارضایتی از زندگی دارن و حتی تبدیل به یک بحران شده در زندگی از اینا. بله. ولی خود اینا متاسفانه متوجه نیستن. اینجا وظیفه پدر و مادر هست که باید اونها رو با توانایی های خودشان، استعداد های خودشان آشنا کنن و طوری باشه و این فرد قبول کنه من در این سطح جامعه هستم و از این رفاهیات برخوردار هستم. با توجه به این داشته های خودم، از استعدادها و رفاهیات خودم استفاده بهینه بکنم. بله. و در برابر رو تلاش کنم، نه احساس کنم که نه من با این امکاناتی که در دست منه من نمیتونم موفق باشم و به بلند پروازی ها خدای نکرده جوری باشه که به جایی که به تلاش کنم به موفقیت برسم خدای نکرده به عقب برگردی. این رو باید حتما در نظر درست. داشته باشن جوانان. تشکر میکنم خانم حسن‌زاده. خواهش میکنم. انشالله که همه بیننده های عزیز ما جز افرادی باشن که به توانمندی های خودشان باور داشته باشن، مثبت اندیش باشن، مطمئن باشن که بهترین استعدادها در وجود شما عزیزان هست، به شرطی که خود ما را باور داشته باشیم و خود ما را بشناسیم. بهترین ها برای همه شما عزیزان رقم خورده اگر که خودتان ببینین و بخواهین. سپاسگزار از حضور گرم شما عزیزان. با اتفاق خواهر خوم خانم حسن‌زاده که امروز کارشناس ما بودن، از حضور شما خداحافظی میکنیم و موفقیت و خوشبختی برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواستار هستیم. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.